این بقایای یکی از مهمترین کشتی‌های ایران است. پرسپولیس، نخستین ناو جنگی مدرن ایران که سالها در خلیج فارس شناور بود. ناوی که توسط ناصرالدین شاه از اروپا خریداری شد. از اینجا ای جی وایزر، کارخانه بزرگ کشتی سازی آلمان در بندر بریمن. مسئول خرید این فرد بود، مرتضی قلی‌خان سنیع‌الدوله که برای درمان بیماری به آلمان رفته بود. سال 1263 پرسپولیس ناو جنگی مدرن مجهز به توپ‌های خودکار بندر بریمن را ترک کرد و دو سال بعد به بوشهر آمد. سال 1265 خورشیدی قیمت تمام شده آن 90,000 تومان شد و ناصرالدین شاه 12,000 تومان هم برای مخارج کشتی در نظر گرفت که رقم بسیار بالایی بود، اما برای شاه ایران ارزش داشت. او مدت‌ها بود که می‌خواست برای ایران نیروی دریایی شکل دهد. از زمانی که نخستین صدر اعظمش امیر کبیر این فکر را در سر او انداخت. امیر کبیر برای مبارزه با برده فروشی، ایجاد امنیت در آب‌های ایران و کنترل بندر عباس و خارج کردن آن از دست شیوخ مسقط نیاز داشت تا نیروی قوی در آب‌های جنوبی ایران داشته باشد. ایران پس از نادرشاه افشار و از بین رفتن نیروی دریایی او، توان مقابله با دشمن را در خلیج فارس از دست داده بود. آقا محمد خان قاجار پس از آنکه شاه عمان، جزایر و بنادر گوادر، قشم، هرمز و چابهار را اشغال کرد، مجبور شد تا با انعقاد قراردادی مناطق یاد شده را به همراه بندر عباس، هنگام و میناب به مدت 75 سال به مبلغ 6,000 تومان به عمان اجاره دهد. امیر کبیر می‌خواست این شیوه را تغییر دهد، پس به بریتانیا پیشنهاد خرید یک کشتی جنگی داد که آنها به خاطر ترس از نفوذ ایران در خلیج فارس رد کردند. با مرگ امیر کبیر اجرای این کار تا مدتی به عقب افتاد، تا سالی که پیشنهاد خرید کشتی پرسپولیس به آلمان داده شد. ناصرالدین شاه روابط با آلمان را از 10 سال قبلش آغاز کرده بود. او آلمان را نیروی سومی می‌دانست که می‌تواند در مقابل بریتانیا و روسیه در ایران قرار بگیرد. شاه در نخستین سفرش به اروپا با آلمان عهدنامه مودت، تجارت و دریانوردی امضا کرده و همراه با بیسمارک صدر اعظم آلمان از کارخانه اسلحه سازی کروپ در شهر اسن بازدید کرده بود. یک سال قبل از ورود پرسپولیس به ایران، سفارتخانه‌های دو کشور همراه اندازی و روابط به اوج رسیده بود. ورود ناو جنگی پرسپولیس این امید را در شاه قاجار زنده می کرد که شاید بتواند در برابر دخالت‌های نیروی دریایی انگلیس و تجاوزهای کشورهای عربی جنوب خلیج فارس ایستادگی کند، اما نشد. این ناو نهایتاً توانست یاغی‌ها را سرکوب و قاچاق را کنترل کند، بندر لنگه را آرام و قاچاق اسلحه در جاسک را از بین ببرد. پرسپولیس با پرسنل آلمانی به ایران آمده بود. کشتی بخار 67.5 متری با قدرت 440 اسب بخار که می توانست سرعت ناو را به 10 گره دریایی برساند، یعنی 19 کیلومتر در ساعت. 4 توپ کروپ آماده شلیک بر عرشه داشت و 2 توپ برای مراسم تشریفات. اما خرج کشتی زیاد بود. در 16 سال اول تکنسیان های آلمانی خود تعمیرات کشتی را انجام می دادند، اما قرار شد اداره کشتی به دست ایرانیان بیافتد. احمد خان دریابیگی از سوی ناصرالدین شاه فرمانده نیروی دریایی نوین ایران شد و فرماندهی کشتی پرسپولیس را بر عهده گرفت. ابراهیم دریایی هم نخستین ناخدای کشتی شد و به این ترتیب پرسپولیس در ایران با خدمه ایرانی کار خود را آغاز کرد. حالا برای خزه زدایی و تعمیر سیستم بخار باید هر سال به بمبئی می رفت که خرج زیادی داشت. با مرگ ناصرالدین شاه، پرسپولیس همچنان همان وظایف قبلش را بر عهده داشت، اما کم کم هزینه های تعمیر آن قطع شد. عباس دریانورد به عنوان دومین ناخدای این کشتی حالا با ناوی حرکت می کرد که دیگر شکوه گذشته را نداشت. کشتی آنقدر فرسوده شده بود که در زمان احمد شاه نهایتاً محور پروانه ناو شکست و در حوالی جزیره عباسک در نزدیکی بوشهر به گل نشست. پرسپولیس فراموش شد، همانجا ماند تا اسقاطش کردند، اما بقایایش زیر آب بود و اقلن میتوانست در موزهی قرار بگیرد. سال 1385 تصمیم گرفتند همین را عملی کنند. نیروی دریایی ارتش آن را از آب بیرون کشید و به موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس منتقل کرد.
حالا از قدیمی ترین کشتی جنگی خلیج فارس همین باقی مانده، تهمانده ای از ناوی مقتدر که روزگاری در آبهای جنوب ایران خود نمایی می کرد.